تو اگه همین یه جمله رو توی زندگی عملی کنی دیگه پشمات میریزه. یا سلال سلطان پرستیدنی این جملت، این جملت هزار تا ماشون هم آدم بزنه شاید بهش نرسه. خیلی یا سرف و خوشگلی زن. یو یو یو، سلام سلاطین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودتون. امروز یک پست اسپشیال دارم براتون و بهتون قول میدم، بهتون قول مردونه میدم که اگه این کلیپ رو رد کنی بین هزاران کلیپی که توی یوتیوب هست هیچ ضرری نکردی. اما قول شرف میدم، قسم میخورم که اگه این کلیپ رو تا آخر نگاه کنی و راجبش فکر کنی حداقل 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه راجبش فکر کنی، بهت قول مردونه میدم که شاید بزرگترین تغییرات توی زندگی تو حاصل بشه. همه آدما بعد از یک اتفاق کوچیک تغییر کردن و من بهت قول میدم این امکان وجود داره که اون اتفاق کوچیک توی این کلیپ بیفته. خودت میدونی که من الکی حرف نمیزنم، برای همین اگه میخوای یک سود بزرگی تو زندگیت ببری حتما این کلیپو تا آخر نگاه کن. توی این کلیپ میخوام راجع به یک جمله پر از آگاهی صحبت کنم که توی آهنگ جدید یاس که واقعا سلطنت کرد با این آهنگش، یعنی ترکون با این آهنگش، و یک جمله خیلی عمیق داشت که حتما همتون هم روش فوکس داشتین، که گفت آیا بین شکم از بیم شکمه؟ من میخوام راجع به این جمله، من ساعتها فکر کردم. خب حالا اگه میخوام راست حسینیشو بگم، 1 ساعتو فکر کردم. خب یعنی آهنگ که تموم شد من 1 ساعت در سکوت روی این جمله فکر کردم و خیلی چیزای جالبی دستگیرم شد که میخوام این لقمه جویده رو توی دهن تو بذارم و قول میدم که کلن رفتارت و افکارت بعد از این کلیپ تغییر کنه. حتما این ویدیو رو ببین. اما قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید، نوتیفیکیشن رو روشن کنید، اینستای منم این پایین میاد سلاطین فالو کنید و بریم که ادامه کلیپ رو داشته باشید. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدین و خیلی خوش اومدین. میخوام 10 ثانیه شمارش معکوس بدم و شما چشاتو ببند و 10 ثانیه اگه فکرم میکنی 10 ثانیه کمته، پاز کن ویدیو رو، فکر کن راجع به این جمله که آیا بین شکم از بیم شکمه. من 10 ثانیه برات ثبت میکنم. خب حالا برای که من کمکتون کنم، میخوام معنی بینه شکم و بیم شکم رو از نگاه خودم بهتون بگم. آگاهی که من از این جمله به دست آوردم اینجوریه که بینش داره آینده رو نگاه میکنه و شکم داره حال رو نگاه میکنه. شکم میگه آقا تو الان گشنت غذا بخور، در حالی که نیم ساعت بعد اون غذا رو میخوای بری برینی. شکم میگه آقا تو خواب تو کردی، ولی حالا 1 ساعت دیگه بیشتر بخواب. چرا؟ چون در اون لحظه اون 1 ساعت به تو بیشتر حال میده. شکم به تو میگه آقا تو کنکور داری، ولی برو امشب با رفیقات بیرون، چون این بیرون رفتنه به تو در لحظه حال میده. شکم به تو میگه تو دوست نداری گل بکشی، ولی بکش، چون تو این لحظه به تو حال میده. شکم به تو میگه آقا تو خلاف فطرتته که دروغ بگی، تو دروغ گفتن حال تو بد میکنه، ولی الان بگو، چون تو این لحظه به نفعته. شکم در واقع کاراییه که تو از روی سیری، از روی ناخواستن انجام میدی برای اینکه در لحظه بهت حس خوبی میده، و بعد از اینکه اون لحظه رد میشه تو احساس بدی داری.
خیلی این اتفاق برای خیلی همون افتاده. یک غلطی میکنیم، یک گوهی میخوریم که اون لحظه خیلی خوشحالیم، ولی بعد از یه ساعت که با خودمون تنها میشیم میگیم چرا این کار کردن. نمیتونیم کنار بیاییم با خودمون. خیلی جالبه، یه چیزی درون ما وجود داره که همیشه داره به من میگه این کارت بد بود، تو نمیتونی اونو خفه کنی، تو نمیتونی اونو خفه کنی. بعضی موقع هم که باهاش آشنا میشی و باهاش رفیق میشی، اون دیگه خیلی صداش زیاد میشه و هی دوست داره دست تو رو بگیره. این بیم شکم باعث میشه که تو خلاف چیزی که اون میخواد عمل کنی. حالا بینش یعنی چی؟ بینش یعنی آینده نگری. یعنی وقتی تو دوست داری گلو بذاری کنار، همین حسش میاد، همین ارادش میاد به خاطر بینشیه که جدیداً پیدا کردی. تو موقعی که یک کار خلاف رو برای اولین بار انجام دادی، شاید اصلا اونقدی مثلا حس بدی نگرفتی، بعد رفتی وارد پروسه اعتیادش شدی، زیاد شد و بعد از یه مدتی دیدی اه چقدر داری حس بدی میگیری از این کار، چقدر داره حالتو بد میکنه. این به خاطر اینه که تو بعد از یه مدت به بینش این میرسی که این کار خلاف فطرت توه، این کار خلاف اهداف توه، این کار خلاف مسیر توه. حالا یاس خیلی خوشگل میاد این جمله رو سوالی مطرح میکنه تا تو فکر کنی، نه اینکه این ورس تموم شد ورس بعدی شروع شد تو افکارت بره سراغ ورس بعدی. یاس داره به تو میگه که این جمله یک جمله سوالی نیست، این برای تو یک جمله خبریه که تو بدونی بینش کم به خاطر بیم شکمته. تو میخوای گلو ترک کنی، تو میخوای اعتیادو ترک کنی، تو به این بینش رسیدی که باید اعتیاد رو ترک کرد، اما دوباره میری میزنی به خاطر اون بیم شکمه. تو میری میزنی و این بیم شکمه از کجاست؟ از بینش شکمته. تو اگه بدونی که این ترک چقدر برای تو سودمنده، این ترک چقدر به تو سود میرسونه، تو نمیری دوباره بزنی، تو نمیری به خاطر بیم شکم، به خاطر ترس از این که رفیقاتو از دست بدی، به خاطر ترس از این که زندگی برات بی لذت بشه، به خاطر ترس از این که کلم خالی باشه، به خاطر این ترس ها، به خاطر این بیم ها، به خاطر این ترس های و این لذت های لحظه ای میری میزنی. اینا به خاطر اینه که رفیق بینشت کمه. بینشتو چجوری زیاد کنی؟ با افزایش دانش. تو اگه دانشتو ببری بالا مطمئنم بینشت زیاد میشه. تو اگه بدونی که اگه این کارو نکنی چه فوایدی برات داره، مطمئنم بینشت زیاد میشه. طرف دوست داره درس بخونه برای کنکور، یعنی این بینش رو داره که آقا درس خوندن برای کنکور لازمه، تو اگه میخوای رشته خوب قبول شی باید درس بخونی، باید تلاش کنی، تو اگه میخوای به یه جای خوب برسی باید تلاش کنی. اما رفیقش بهش زنگ میزنه بیا بریم بیرون امشب فلان مهمونی دعوتی، میگه باشه. بعد که از مهمونی میاد بیرون پیش خودش عذاب وجدان میگیره، وای چه گویی خوردم، وای چه غلطی کردم. این جمله دقیقاً تو رو داره مثال میزنه که تو این بیم شکمت، تو از ترس از این که این مهمونیه رو از دست بدی به خاطر اینه که بینشت کمه، به خاطر اینه که تو نمیدونی اگه اون کنکور لعنتی رو قبول شی چقدر صد برابر اون مهمونیه به تو حال بده. تو اگه این بینش رو داشته باشی که نرفتن به اون مهمونی باعث میشه تو دو تا تست بیشتر توی کنکور بزنی، چون فقط اون یه دونه مهمونی نیست، تو وقتی به اون یه دونه بگی اوکی، دومیرم میگی، سومیرم میگی و همین جور میگی اوکی 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 اوکی. تو اگه بدونی که اون مهمونی نرفتن، صبح نخوابیدن، کارای کسکلک و برنامه های اضافی نکردن باعث میشه که تو زندگی جلو بیفتی، به این بینش برسی، دیگه اون بیم شکم رو میذاری کنار. و خیلی جالبه به نظر من یاس، اگه این سوالم از شما میپرسید که آیا بیم شکم از بینش شکمه، این هم جوابش بله بود. این یه سیکل داره، بینش شکمت باعث بیم شکمت میشه و بیم شکمت باعث بینش شکمت میشه. نگاه نکردن به آینده باعث میشه که تو توی زمان حال
اشتباهاتی رو انجام بدی و توی زمان حال اشتباهاتی رو که انجام بدی باعث میشه از آیندت عقب بمونی. این خیلی جالبه، یعنی یاس خیلی حرف خوشگلی زده. من واقعا بعد از شنیدن این آهنگ رفقا سعی میکنم، همه سعیام میکنم، هر کاری که میخوام انجام بدم بگم این به خاطر بیم شکممه یا نه. همیشه این سوال از خودت بپرس، همیشه این سوال، و بدون اگه به خاطر بیم شکمته پس بینشت کمه، بینشتو ببر بالا، دیگه اون کار رو انجام نمیدی. خیلی یا صرف خوشگلی زده، یا حلالت سلطان، پرستیدنی این جملت. این جملت هزار تا مشروب هم آدم بزنه شاید بهش نرسه. خدا شاهده میگم فرا آگاهی که این جمله داره پشمای آدم رو میرزونه. تو اگه همین یه جمله رو توی زندگیت عملی کنی دیگه پشمات میریزه. این جمله خداست، این جمله خداست. آیا این کاری که سنا تو داری امروز انجام میدی و خلاف میلته به خاطر بیم شکمته؟ اگه به خاطر بیم شکمته پس در اصل به خاطر بینه شکمته. تو نمیتونی بیمه شکمتو درست کنی، درمانش کنی، مگر بینشت رو زیاد کنی. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. مرسی یاس، مرسی سلطان، قشنگ داره بهت راه حل میده، داره بهت میگه آقا میخوای از این زندگی گوه خلاص شی، میخوای از این عذاب وجدان خلاص شی، میخوای آخر شب آدمی راحت میخوابه که وجدانش آسوده باشه. میگه چطور دنیایی بود، دنیایی که در آن همه انسان ها شبیه من بودن. این سوالو از خودت بپرس، این سوالو از خودت بپرس، چجور دنیایی بود، دنیایی که توش همه آدم ها شبیه تو بودن. وجدان آسوده یعنی تو خودتو قبول داری، تو برای امروز قبول داری کار درستو کردی. خیلی شده که آقا یه کاری میدونی اشتباهه ولی انجامش میدی به خاطر ترس. ترس از چی؟ ترس از این که کسی تو رو تایید نکنه، ترس از این که یکی به تو گیر بده، ترس از این که فلان، ترس از این که فلان، ترس از این که فلان، و همه این ترس ها به خاطر بینه شکم توه، به خاطر اینه که تو آینده نگری خوبی نداری. چجوری آینده نگریت خوب شه؟ مطالعه، کتاب بخون، با آدمایی که توی آینده تو هم صحبت کن، کلیپ آموزشی ببین، خلاصه این بینش و این درک خودتو ببر بالا. رفقا راجع به این جمله زیاد فکر کنین، راجع به این جمله امروز تا یک هفته هر کاری خواستی انجام بدی، هر کاری ها، میخوای بری یه فست فود بخوری در حالی که توی یخچالت یه شام داری ولی امشب هوس فست فود کردی، پول جیبت هم اونقدی پول نداری ولی این فست فود اومده تو مخت، من قراره بخورمش. یه سوال از خودت بپرس، آیا این بیم شکم من از بینه شکممه؟ آیا این که من الان میخوام در لحظه لذت ببرم با اون فست فوده به خاطر اینه که آینده نگری ندارم یا نه؟ اگه به خاطر اینه که آینده نگری نداری خیلی راحت تر اونجا میتونی اون فست فودو نخوری و اون پولو توی جیبت ذخیره کنی. میبینی؟ به همین راحتی یاس خیلی جمله خوشگلی گفته، خیلی حرف سنگینی زده. سلاطین، پس با خودمون قول بدیم تا یک هفته هر کاری خواستی بکنی بگو این کار به خاطر بینش کممه یا نه، و اگه بینشت کم بود زیادش کن. بعد از اینکه این ویدیو تموم شد، این ویدیو همین الان قراره تموم شه، یک قول خواهش میکنم به من بده و به خودت بده. این ویدیو که تموم شد نذار ویدیوی بعدی توجه تو رو بکشه سمت خودش. فقط 5 دقیقه بعد از این ویدیو هیچی نبین، همون جایی که نشستی چشاتو ببند و راجع به کارهای اشتباهی که تا الان انجام دادی خلاف میل خودت فکر کن و به خودت بگو آیا بیم شکم من از بینه شکممه. خاک پای شما، سرمه چشمای من، تا دیداری دیگر. Pedro.